سلام بخیر راغلی هر کله راشی د تاشام خبرونه ده او از میوان اقبال تاسو ته ډالې کوم د سنه دي ارسنه مخکې ده په دی واتس اپ پیغامونه کې اورور پیغام راستول ویل چې سلام بر نطاق جگرخون نو نه پوهېږم چې دا څه راکوم پیامونه را واستوئ موږ یې ستاسو په خدمت کې یو او هغه کوم پیامونه چې دي هغه ورځ ورته ټاکو په هغې ورځ به انشاءالله تاسو ته نشروو نو اوس د پروډوسر انټرنیټ نه درلوده که نه نن شپه مو هم نشرولې خو زه خیر راځو فیصل عاصم ته چې بیا هم د کابل ښار یوې نقطې ته تلی و به ګورو چې کوم ځای ته تلی ده او زموږ د هیوادوالو حال و حوال مونږ ته راکوي چې کوم ځای کې ده. بله عاصم عزیز سلام، شامت بخیر. سلامت میوند عزیز، شام خودت هم بخیر باشه، شام هموطنا یا شب هموطنا عزیزان بخیر باشه. تشکر از اینکه مرا موقع دادین. امشب آمدیم ما به سرک شوربازار یا منطقه شوربازار، در یکی از دکانهایی که هموطنا اگر در تصویر ببینن شاید تا یک جای رسیده باشن که کجا آمده. بله ما پیش کاکا مرزای ترشی فروش، در دکان کاکا مرزای ترشی فروش آمدیم که بسیار ترشی مزدار اما تو خاص آماده میکنه و مشتری های بسیار زیاد داره. عین بعد گفته ی وطن ها این طرف خارجه میره، کشورهای خارجی هم اینجا دوستا میان از اینجا ترشی میبرن. خودشان خو فکر میکنم فوت کردن دیگه، نواسهشان همینجا امرای ماست. شما ببینین هموطن عزیز گزارش تا آخر تعقیب کنین ببینین که چه رقم ترشی است که تو مشتری های خاص خود داره. یک چیز دوستان، این نام ترشی را که آدم مشنم اوتومات هم یه اودان یا ایجا پیش ما دوستا ببینین که تشتای ترشی ماندگیز دیگه، خواهی نخواهی یکمک تاست او پر او میشه. خب سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، آرام آرامیز بخیر هستین، زنده باشین، مزاحمتان نشده باشیم در این وقت شب. خواهش میکنم. میشه نامتان برای ما بگید؟ بله، اسم ما ویس محمد است. یکی از این دکاندارای شهر کنه و اهالی شهر کنه شوربازار. ویس محمد جان، پخته بچه کابل. پخته بچه کابل است. از نای اول. نای اول. خواه ویس عزیز، خودت چی نسبت داری با کاکا مرزای ترشی فروش؟ من از کاکا مرزای ترشی فروش نوایش هستم، یعنی نواسش. همی مردم های اصیل کابل، میرویس جان خوب همه تو ویس جان بسیار خوب همه تو بسیار آمیانه و شیرین کابلی گپ میزنن، نه؟ یه همیتن طبیعتشان از دیگر، چون از اول در ماحول فامیل که کلان میشن همون قسم امروشان صحبت میشه تا که به جوانی میرسن همون رقم عادتشان میباشه. خب این دوست عزیز ما میگه که در مورد ترشی ها برای ما بگویه. من مطمئن هستم زیاد مشتری هم دارین. مشتری فضل خدا زیادتر داریم، هم در داخل هم در خارج، از دور دور جای ها پیش ما پشت ترشی میاین و ترشی ما فوق العاده است دیگه، در سطح کابل نخاطی رقم ترشی پیدا شود. این دوستا اگر شما علاقه دارین سعی کنین این ترشی دیگه، هر کدام از این جداست. چون زردک شلغمش خواهر کس جوش داده میتونه در خانه خود، بلخصوص از ما کس کل کار در بانجان است. چون این بانجان است سعی کنین فرض کنین که نو از چیز برامده از بطک اندیشه، این تقریبا 6 ماه از نگاهداری از این بانجان میشه. و تصویر هم دوستا ببینن، 6 ماه از این بانجان میشه. چون 6 ماه پیش ما ایره از بطک انده ما آوردیم ترشی جور کردیم، تقریبا 6 ماه پیش ما میباشه. این 6 ماه چه رقم نگهداری میکنیم؟ نگاه میکنیم اجازه زگم. صاحب اجازه ما آمدیم اینیم کمال شاید بگیریم در این پالیت یک ترشی فروشی جور میکنیم. نه دیگه این به طور زنده است دیگه، دوستا می لازم خودت به طور زنده میبینن. این رقم خمای گلی داره ما، البته بسیار کلان تقریبا هر خم ما 60-70 ترشی میگیره. کلان است، باز دیگه ما نگهداری میکنیم. سرکه هم خالص سرکه کشمش است. کاش که از اون خمار رو یکشم یه آوردی جا ما میدیدیم که چقدر آورده نمیشه دیگه. نام خدا عرصه ما که زوردیم و گرفته نمیشه، پیشش ما بریم دیگه نمیشه. خود دوستا اینی خمایی است که داخل از این ترشی انداخته میشه، این خما رو در کجا جور کردین؟ این خما خوی اصلا نشکه از جرمنی است، بازی رو در منطقه استالف ما شما ولسوالی استالف میشه در اینجا جور میکنن، به نام خمای استالفی یاد میشه. یکی هست همین مثل تنور واره است،
اما خاکش دیگه خاک است. خاکش خاص است که یک چیز از این جور میشه. بسیار زحمت کار داره تا که یک دانه خم جور میشه. حالا خود جور هم نمیشه. حالا کلگه این بلرهای پلاستیکی داره با اونو شکل. اما سابق که بود از این رقم جور میشه. چند سال میشه که شما در اینجا هستین و از پدر پدرکنان بزرگوارتان بگین که چقدر وقت در اینجا ترشی فروختن؟ سابق هستم فضل خدا می دوکان ها از خود ماست آخر همین منطقه خانه است تقریبا اکثر اون بابکلان هم است پدرکلان هم پدرکلان هم است و پدرکلان هم که ما از او زمان ترشی فروش هستم و طبقه به طبقه میراث برای ما مانده. این از کجا یاد گرفته ای پدرکلان بزرگوارتان؟ دو دوران نبودم اما قصه این فکایی باره گفت شاگرد دوستا پرسان کرد گفت که نمیفهم کدام پادشاه را گفت چند سال گفت حکومت کرد گفت تو سوالا میکنی دو وقت ما کی تولد شده بود. شاید که اون اختراعات خودشان بوده باشند اگر چون وقتا ذهنها متفکر بود و هر کس کوشش میکرد که یک چیز جور کنه. تفاوت شما با دیگرا چی هست؟ همین ترشی را که شما میسازید؟ با دیگرا که اولش ما سرکه کشمش کار میکنیم. کشمش هست از کشمش انگور و سینی را کشمش میشه بعد از اون سرکش بعد تفاوتش تنها خاص تفاوت که داره ما در این بانجان داره که هیچ کسی رقم بانجان جور کردن هم ایتانه. خب این دیگه چی هست؟ او شلغم هست. این شلغم و بانجان؟ این شلغم هست. مرچ؟ این زردک هست. این چدنی مرچ هست. این یام بانجان نرم است که سیر سرکه مخلوط است سیر امرای نانا که یام باز یک ذائقه خود علایده داره. خب ایره کیلو چند به فروش میرسه؟ کیلو 100 افغانی. بله. دیگر ها اگذر ارزانتر نمیده؟ دیگر ها ارزانتر میده او جوار است. این تنها کشمش است سرکه کشمش است خالص تنها کشمش است از ما. خب بگی بر ما یک دو کیلو جور کنیم اینجا با یک دو کیلو جور کنم کم باییم برم خانه که بیزی نمیشه دیگه گذاریم ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ یک دقیقه دیگه خود دوستا از استودیوی مرکزی وقت میتن ما هم تو آدم هایی که هفته و ببینه طرف هفته و لایت هم تو در چشم میزنه دیده نمیشه تندی زیاد نباشه که باز در خانه ما را نکشن این دوستا ببینین که چه قسم یک قصه داره ما یک بار دوگان اینجا آمده بودم برای یکی از دوستا روان کردیم یک جایی سلام میبرن ولی کشورا پشتان میاین ولی زیادتر ما رایی کردیم دبی رایی کردیم پاکستان خب به نهایت زیاد روان میکنم چون او جز پیش ما چند تا تجارای پاکستان اسمی های میبرن بازو جز سودا میکنن پس دبی رایی کردیم چین رایی کردیم حتی جرمنی رایی کردیم که در بوتل خودم پیک کردیم باز روانش کردیم ولایت ها خب زیاد از هر ولایت میای از پیش ما میبرن دوستا دیگه ترشی بسیار خاص و مزه‌دار است حالا مرات مشتریاتون هم میکنی یا نمیکنی؟ والا نه از ما اونم یک نرخ سودا میکنیم با ما کلگی یک ترشی داریم یک نرخ سودا میکنیم و تو نمیکنیم که یک مشتری ما خاص باشه از یک جای بتیمش یک مشتری ما هم باشه این همی چهار کاسه ترشی در داخل از فضل خدا آورده میریم خالی کده میریم خب بسیار خوب اینی جوانم بیادرکت است این دوستا نام خدا چوب لباس های همه تو گرم و وطنی پوشیده نام خودت؟ شفیق الله شفیق جان خودت هم یاد داری ترشی جور کردنه؟ بله خودت لایق هستی یا لالای کلانت؟ لالای کلان خودت دیگه نوزد نو تجربه میکنی؟ نه ما هم خوب هستم دیگه هم خب آرام و آسوده باشی بخیر باشی قربانت خود دوستا اینا ترشی که من میخواستم آماده شد دیگه ببینین چه خوب یک دیگه من میفهم دیگه او دان یک ذره قرد میشه شام همه بخیر باشه هموطن عزیز میوند عزیز اگه ترشی میخوری بیا اینجا هموطن ها را میگم که بیاین از ترشی وطنی استفاده کنن تا گزارش بعدی تا شب بعدی الله یار و مددگارتان هموطن هایی که او طرف مرزا برنامه ما را تعقیب میکنن لطفا کامنت بگذارین نظر بتین بخاطر گزارش های بعدی ما خداوند نگهدارتان تشکر عاصم جان سلامت یخ اکازیات از بیادر که کدام جای نفتی که بیز از دهی وقت دهی غریبی حال طوره که با گچ گدن میبره با شفا خانه مننه لتاسو ټولونه بیا هم از موږ دی واتس اپ شمیره ده 0 و 1 و 1 و 5 و 3 و
مونږ ساسو په درنه خدمات کیو نو موبایل په دې ډول باندې ونیسي مونږ ته ډیر ثانی لپاره 25 اله ډیر ثانی تصویري پیامونه مونږ ته راوستوي مونږ ساسو خدمات کیو تاسو ته بیرته ډالې کوو نو نن نه خبرونه کې استاد امان الله احمدی در سره چې پراوستلوی واقعا خوشاله یو چې راغلی او لمونږ سره خبرونه ته نو ځینې اسلامي موضوعات دي چې ورسره باس بلرو او خبرې اترې به هم سره لرو کومه ټوکه موکه که هم راغله هم ورسره کوو نو واقعا داسې یو کس دی چې داسې احساس کوو چې خپل په ټیم غړي نه مو یو څوک را مېلمه کړې ده نو دونه مینهناکه انسان ده نو ورځئ تاسو دمې ته دمه وګورئ او لدم نه چې بیرته را وګرځېدی زه او استاذ به انشاءالله ستاسو په خدمت کې یو. سلام، باز هم دوست عزیز خوش آمدید به برنامه تاشام. قسمی که پیشترم گفتم امروز خوشبختانه بازم استاد عزیز با ما است و پرسش هایی که هم بینندگان ما هم ما برش آماده ساختیم از شما میپرسیم سوالات دل خود مشکلات خود حل میسازیم انشاءالله استاد امان الله احمدی است و خوش آمدین استاد عزیز به برنامه تاشام. تشکر، زنده باشین. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد عزیز، سوال ها زیاد است و یکانه سوالی که در ذهن ما میگرده و چند بار روبرو شدیم امراید یک چیز، کسایی که قرآن شریف نمیتونن صحیح بخوانن یا نمیتونن تلاوت کنن یا سواد ندارن و باز یک رای دیگر به خود انتخاب کردن که سر خط قرآن شست خود میمونه ای رقم میره اونم حتی یک نقطه رو نمیمونه که جا اونم شست خود سرش میزن ای چی رقم است؟ آیا ثوابش برش میایه یا کدام گناه خود نداره چی رقم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه و بعد. سوالی است که واقعا نزد اکثر احمدانای عزیز ما این سوال می باشه، حتما از طریق بیننده هم این سوال بر شما رسیده باشه که من ایفان متاسفانه این فتوا را کی برشان داده که شما که قرآن یاد نداشتین دست سر خط کش کنین؟ بله، در حالی که این یک نوع تمثیل دروغ است. یعنی شما ببینین وقتی که الله متعال از اهل کتاب یاد میکنه که و این فریق منهم گلوی از اهل کتاب میگه که اونها یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، اونها زبان خود میپیچونن بر مردم تحریف میکنن کتاب تا تو بپنداری که از کتاب است و ما هو من الکتاب، از کتاب نیست و یقولون هو من عند الله، اونها میگن از نزد الله است و ما هو من عند الله، از نزد الله نیست و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اینا به الله دروغ نسبت میتن الان که میدانن. این خو درباره اهل کتاب است، لیکن شبیه اعظمی در حقیقت کسی که قرآن نمیخونه زبان خود با دروغ حرکت بده و مردم فکر کنه قرآن میخونه، این تمثیل دروغ است. علما میگن که اگر قرآن یاد نداره دست مصحف اگر باز میکنه، نظر به یک حدیث که النظر الی المصحف، در حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید اعطوا اعینکم حظها من العباده، شما حسی عبادت چشم هایتون را بدهین. پرسان میگنن کمی حسی عبادت چشم ها چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که النظر الی المصحف، نظر کردن به طرف مصحف. اگرچه در سند حدیث علما بحث دارن میگن ضعیف است، اما در باب فضائل مشکل نداره آوردن یه حدیث. نظر به این حدیث هم معلوم میشه که نظر کردن به مصحف عبادت است، اما به شرط از اینکه ما تمثیل دروغ نکنیم. وقتی که ما قرآن باز میکنیم، اول خود کسی که قرآن یاد نداره این خودش گناهکار است. یکی از حقوق کتاب الله میست قرآن صحیح باید بخونه. حال وقتی که اگر کوشش کرده تلاش کرده نتونسته، قرآن باز میکنه زیارت میکنه و طرف قرآن میبینه، کار خوب است. اما مو سوره هایی که یاد دارم اونو بخونم، مثلا سوره فاتحه که در نماز میخونم میشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بخونم، ولی کن کوشش کنه باید قرآن یاد بگیره. در این دست کشیدن سر قرآنی خلاص نمیشه. بزرگ فعلا یک
قرآن شریف های الکترونیکی میگیش؟ بله. یا مثلا قلم مکیز که میمونی باز اونم سوره را در سوره که میمونه یا در آیاتش که میمونی باز اونمو را برای تلاوت میکنه، باز یا پشتست اونمو را تلاوت میکنه، این چطور است استاد است؟ خوب است، چون این هم استماع میشه هم تلاوت میشه، یعنی کسایی که یاد نداره بهترین وسیله است که شما یاد کردین قرآن کریم های قلمی یا الکترونیک میگن. لیکن اینا باید کوش کنن وقتی که قرآن کریم میگیرن یا قلم به دست میگیرن بگذارن اول قاری بخونه، بعد از او باز اینا امو کلمه کلمه گز یا آیت آیت اگه میشنن اینو تکرار کنن، همزمان نخونن، به خاطر از اینکه همزمانی نامشروع است، نارواست. حتی یک شاگرد اگه در مدرسه میره نزد استاد خود، استاد بخونه شاگرد بشنوه، اینا خواندن استاد سما میگن و پس دوباره خواندن شاگرد عرض میگن، عرض و سما، یعنی استاد بخونه شاگرد بشنوه، بعد از او شاگرد بشنوه استاد بخونه. این حال قرآن کریم قلمی هم اگر است همزمان نخونه، به خاطر از این علما میگن نظر به آیت لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان خود حرکت نده تو عجله کنی. ان علينا جمعه وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا، وقتی که ما میخونیم قرائت میگیریم اما قرائتش پیروی کو تعقیب کو. این آیت هم سبب نزولش است که حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنن که كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل بشده، بسیار وقتی که قرآن نازل میشد محمد صلی الله علیه و سلم از ترس از اینکه قرآن فراموشش نشه همزمان با حضرت جبریل تکرار میکرد، ولیکن قرآن ما آیت ما نازل میشه که لا تحرک به لسانک، زبان خود حرکت نده در وقت قرائتی که جبریل میکنه. ما مطمئن باش که وقتی که قرآن خوانده میشه تو پیروی کو، ان علینا جمعه و قرآن، ما قرآن جمع میکنیم و قرائتش مربوط ما است. الله متعال میگه این درس از برای شاگرد وقتی که استاد میخونه همزمان با استاد نخونه، یا می قسمی حکم است کسی از کست مشنوه، کسی از قرآن قلمی شما گفتین وقتی که مشنوه همزمان امرای قاری نخونه، بگذاره کو بخونه، یک استماع میشه که هم ثواب است. من استمع الى آیت من کتاب الله کانت له نورا، کسی که به یک آیت کتاب الله گوش بده در روز قیامت بر از این نور است، هم ثواب از این میگیره مشنوه و هم بعد از او باز کوشش کنه بخونه، و این بهترین طریقه است به کسایی که یاد ندارن. بلکل خیر بینون سوز گم در قرآت است سوز، و خوش به حال نفرهایی که قرآت میکنن و اونمو لذت و اونمو واقعا از صدایی است که آدم میشنوه خیلی زیاد خوشایند است برش، و خوش به حال او کسایی که هم قرآت میکنن هم به معنایش میفهمن. مهم سر یگان اماموی مسجد، ما خود ترجیح نمیتونم استاد چون شما پولی مشفتین از خاطر می تو او یا گوتو بگه گپای کتا کتا بزنم استاد صوت خوب دارین ماشاءالله، صوت گوینده ها بالعموم خوب می باشم، از خاصتا از شما صوت بسیار گیرا و قربان تو استاد بخیر باشید. زوترت امامای مسجد مثلا که از اون میتا اونم لهجه که استعمال میکنه یا اونم رقم خوشایند نمیخوره یگان تا، و وقتی که در جماعت هم قرائت میکنن ما در پشتو برش میگیم چپ جاری وای نو به یا چی رقم استاز آیا به کسی اگر دیگه پیدا شد خوب است اتونیست که خدای نخواسته او رو بگیم که پشت تو نمیتونی. شما ببینین از جمله شروط صحت امامت صحت قرائت است. بله. حالی که صحیح یک کسی پیش نماز بتا که خوب صحیح حروف ادا کند، چون تجوید فرض است. تجوید قرآن با تجوید خواندن فرض است، مثل که ما نماز هم این فرض است، علما میگن تجوید عملی فرض است. بله. و کسی که پیش میشه با صوتش هم خود صوت به هر صورت صوت اگرچه مستحب است خوی هم تاثیر داره. شما ببینین احادیث زیادی است که روایت میشه از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که زین القرآن بی اصواتکم، شما قرآن و صوت هایتون زینت بدین. اون فرموده شما یک کسی که با صدای زیبا تلاوت میکنه این چقدر مؤثر است، چقدر تاثیرگذار است، حتی اون کسی که اذان میگه. بله. از اعمال مسنونه در اذان میز که کسی اذان بگه که صوت زیبا داشته باشه. بله.
این وقتی که مؤذن ندا میکنه فرموده شما وقتی که مؤذن میشنویم که صدای دلخراش مشکلات هست هم یک کسی که دلش هم باشه با نماز بره میگه بعد این مسجد نمیرم یک مسجد دیگه میرم واقعا این یک مشکل است و همین قسم امام که وقتی قرائت میکنه با صوت زیبا قرآن بخونه مثل که حضرت انس میگه من نماز شام پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندم سوره و تین خواند میگه سبحان الله قسم به الله که دیگه من او قسم زیبایی صوت ندیدم یا شما ببینید که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که در صحابه بسیار صوت زیبا داشت اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که اقرا علی القرآن به من قرآن بخون عبدالله بن مسعود تعجب میکنه که ای پیامبر اقرا علیک و علیک انزل آیا ما به تو قرآن بخونم قرآن به تو نازل شده این در پیش ریدم قرآن بخونم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که انی احب ان اسمعه من غیری من خوش دارم قرآن از غیر خود بشنوم یعنی سنت هم است که انسان تنها میشه بعض این خطاب ما برای قاری صاحبای ماست بعضی ها میگه که من هستم و من خوب قرائت میکنم زیاد در قرائت خود مشغول است ولی که گوش نمیتن سنت هم است که خودت هم خوب قاری سی اما بشنوی هم باید پیامبر صلی الله علیه و سلم برش قرآن نازل شده صحابی نمیگه من خوش دارم از غیر خود قرآن بشنم عبدالله بن مسعود میگه فقرأت علیه سورة النساء سوره نساء را خواندم به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حتی اذا جئت الى هذه الآیه تا که به می آیت رسیدم که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا دمیجا که رسیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت که حسبک الان حالا بس هستم که کافی است میگه فالتفت الی فاذا عیناه تذرفان که می نظر کردم که اشک از چشمای پیامبر صلی الله علیه و سلم جاری است اینی قرآنی که پیشتر شما گفتن بله. کسی که قرآن میشنوه او خب پیامبر بود بدون شک ولی درسش به ماست که وقتی قرآن میشنویم در معانی قرآن تدبر کنیم این صوت زیبا وسیله است به تدبر در معانی بنان یک قاری که پیش میشه یک امامی که پیش میشه صوت زیبا داشته باشه قرآن بخونه من یقین دارم که سبب کثرت جماعت میشه شاید در مسجد جای نمونه مردم به شوق علاقه خوش امام اما امام اگر ببخشین دیگه ما توهین نمیکنیم قسم شما گفتین یک تعداد دوستای ما در مساجد میبینیم اقبال صاحب باور کنین واقعا جای تاسف است بله. اگر کسی فارسی گپ میزنه بی که قرآن به لهجه فارسی میخونه کسی به پشتو گپ میزنه قرآن به لهجه پشتو میخونه اگر اجازه شما باشه من یک نمونهشو بخونم ببینین دوستای ما متوجه بشن قرآن بلهون عرب بلهجه عرب بخونیم مثلا ما میخویم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شما ببینین حروف باریک ادا میشه اگر یک کسی بخونه فکر کنید در لهجه فارسی یا دری حروف پر ادا میشه یک کس بخونه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک این حروف پر خوان این لهجه عرب نیست قرآن نه به پشتو نازل شده نه به فارسی نازل شده نه به زبان دیگه بلکه به چی عربی بله اقرا القرآن بلحون العربی و اصوات کرد یکی خوب استاد یک شو خیگه کن باشه یکی خوب لاسپیکر هم جر باشه یکی صدرت خیر دیگه چیز نمیگیم که بله ورزه خواگو دوستانو دمتا دمه تورزو بیرتر اگر زخ برافرین تا بیا مرکلای په خیر او ګرځیدای او استاد عزیز را سره دا او ویاړم چې استاد مې تر څنګ ناسته هغه کومې پوښتنې چې دي هغه به زه انشاءالله یو څه حلومه او په نورو خپرونو کې به هم را سره وي نو استاد عزیز قرائت با چند نواز قرائت قرآن از نظر مراتب اگر بویم با سه نواز است در دو نظریه اول وجود داره بعضی علما چهار قسم میگن بعضی علما سه مرتبه میگن و قول راجح قول محققین همیست که سه قسم است اول نمایش رو بگیرم که دوستا اگر میخوان بفهمن و یک نمونهش هم اگر باز وقت باشن شالا بخوانیم به دوستا بفهمن که حدر تدویر و تحقیق بله باز بعضی علما میگن ترتیل هم اضافه میکنن اما نظر امام ابن جزی رحمه الله ایست که و ترتیل و لیس له مرتبه خاصه ترتیل مرتبه خاص نداره چون در قرآن نام حدر آمده نه تحقیق آمده نه تدویر این اجتهادی علمای نامها را گذاشتن در قرآن تنها ترتیل آمده و رتل القرآن
ترتیلا، قرآن با ترتیل بخوان. اینا علمای محققین مثل امام ابن جزی رحمه الله نظرشان است که اگر قرآن آهسته آهسته خوانده شود در او تدبر در معانی باشه، بازنیم قرائت به ترتیل است. در غیر از او مراتب دیگه که از حدر سری خواندن میگه، قاری ها که بسیار سری میخوانن خصوصا در ماه مبارک بله بله رمضان. اگر شما قسم پیشتر ما شکایت ها داشتیم، از همه نمیگیم، پیشتر ما شما که یاد کردیم امامایی هست که بسیار خوب قرآن میخوانن، اما تعدادی از متاسفانه میبینی که اون اهلیت و محراب منبر نداره، محکم گرفته، 10 سال میشه در اون مسجد است، میراثی الهیش نمیتونه، در حالی که حق به امامت کی است؟ کسی که خوب تجوید بفهمه، کسی که حرف به حرف تبدیل نکنه. همین قسم ما در حدر گپ میزدیم. بعضی قاری صاحبای ما در رمضان از بهترین قرآن میخوانن، مثلا شب یک پاره چقدر زیباست، اما قاری که به شب 3 پاره و 4 پاره بخونه دیگه خودتان اقبال صاحب فکر کنین، آیا انرژی و شیمه میباشه با استماع ازی؟ اما را از پای میندازه ابو خدا. بله، و قرآن هم حق شدانه میشه. بله، شما ببینید چه قسم سرعت میخوانند که نه رکوع معلوم است نه سجده. بله. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد اشخاصی که به این قسم قرآن میخوانند و نمازهایشون سریع است، خب طبیعی دیگه ما دیدیم که الله اکبر به رکوع، الله اکبر به سجده، اصلا کس نمیتونه در اون لحظه تسبیحات رو بگه سبحان ربی العظیم یا در سجده سبحان ربی العظیم. یک دفعه من مطمئن هستم که در بعضی جا انسان نمیتونه موفق شد یک بار تسبیح بگه، در حالی که اگر کسانی که به سرعت میخوانن نماز، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که اسوء الناس سرقتا الذي يسرق من صلاته، بدترین دزد دمو دزد است که از نماز خود دزدی میکنه. بله بله، پرسان میکنن چطور دزدی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که لا یتم رکوعها ولا سجودها، نه رکوع را تمام میکنه نه سجده شه. بله دیگه این دوز نماز گفته میشه. اینا حدر چی است؟ که احکام تجوید باید مراعات شه، مد مراعات کنه، غنه را مراعات کنه. یعنی مثل که بلا تشابه ما شما میال صحبت میکنیم، اگر ما بسیار سریع صحبت کنم شما یا بیننده ها هیچ گپ مرا نمیفهمه. اینا ما وقتی کتاب الله را میخوانیم، اما حدر که تیز هم است، سریع است، باید احکام تجوید مراعات شود. ایتو نشه بعضی قاری صاحبای ماز میگن الحمدلله رب العالمین رب العالمین ولا الضالین، دم ولا الضالین اگه شما بفهمید ما رو با امین هم نمیمونه. بله، یا اگه دیده باشین در نزدیک رکوع تعلمون علمون شه اگه کس بفهمه دیگه. ما همیشه میگیم قاری صاحبا 3 قسم است. یک قاری است که نه خود میفهمه چی میخونه نه مردم که در پشت سرش است. سیوم قسم قاری که خودش میفهمه چی میخوان از لحاظ صورت، خو مردم پشت سرش که اقتدا کردن یا نمیفهمه. خو سیوم قسم قاری اموز که هم خود میفهمه چی میخوانه و هم مردمایی که در عقبش اقتدا میکنه. امیدوار هستم مازی نو قاری صایبا زیاد داشته باشیم. این بود بخش حدر. تدویر چی را میگن؟ قرائت بین البین، نه بسیار سری نه بسیار آهسته. و قرائت تحقیر که سیومیش است، و قرائت بعضی قاری صایبا قرائت مشق میگن کو در تعلیم اصلا خوانده میشه در مدرسه، چون شاگرد نو میاد درس میخونه او بسیار مشکل است که سریع بخونه. مثال بتیم برای دوستا، مثل که یک طفل نو صحبت میکنه او خب بعضی کلمات یاد میگیره، پدر، مادر، کاکا، ماما، این جمله بندی کرده نمیتونه. یا اگر راه میره ایستاده میشه بسیار آهسته ایستاده، سریع دویده نمیتونه. پس قاری که نو شروع میکنه از قرائت تحقیق باید شروع کنه، الفاظ بسیار آهسته آهسته بخونه. دیگه 3 مرتبه مراتب قرائت است. استاد عزیز، زودتر قاری صاحبایی که وقت در امامت استاد می باشند تلاوت می کنند و گریان می شند. بله. این علتش چی است؟ آیا این خود قرائتشان خراب نمی کند؟ این خود فکر نکنم که این قصدی باشه، این خود بله. خود بدون اختیار خود می آید، بدون اختیار است. بله. و دست از این است. این باز چی رقم است کارید؟ این تحزین میگه، تحزین 2 حالت داره. یک تحزین که تظاهر است، بعضی ها گریش هم نمیه به خاطر که باش مستبیر تحت تاثیر قرار بده، واضح است که ریا است، نارواست، نادرست. اما حالتی را که شما گفتین بعضی اماما قرائت میکنن و تدبر در معانی قرآن میکنن بدون اختیار اشک از چشمایشون جاری میشه، این کار مستحب است و مطلوب هم است. قرآن که میخوانیم باید گریه کنیم، تدبر. یک حدیث هم اقرا القرآن و ابکو، قرآن رو بخونین گریه کنین. حتی میگه گریه تان آمد خود به حالت گریه بگیرین، به این معنا نه که تظاهر به مردم، یعنی کوشش کنین گریه تان بیه.
اینا کسانی که قرآن میخوانن معنایش میفهمن، من یقین دارم کسی که با تدبر با خشوع قرآن بخونه خودش هم در گریه می و صفهایی که در عقب پشت از این اقتدا کرده. شما ببینید روایتی داریم از حضرت عمر رضی الله عنه گونه ها در نماز صبح میگن سوره یوسف قرائت کرد، عمر رضی الله عنه آنقدر گریه کرد که صفای آخرم صدای از این مبارک شنیدن. و یا یک روایت دیگه از یک تابعی جلیل القدر زراره، امام نووی رحمه الله در کتاب تبیان فی آداب حملة القرآن روایت میره که میگه نزلت زراره ممیوعت خون که فاذا نقر فی الناقور فذالک یوم اذن یوم عسیر. امیوعت خون میگه جا بجا در محراب افتاد، مردم بلند کردن، رجوعان به حق تسلیم کردن. این حالت از اونا بود و این حالت ما امروز است که ما اگر در یک مجلس قرآن میخوانیم شما متوجه شده باشین که نه قاری گریه میکنه نه مستمین، دلیلش چیست که ما معنای قرآن را نمیفهمیم. اگر در اون مجلس یک شعر به فارسی یا پشتو خوانده شده بازوی که اشکا جاری است، چرا او شعر را که میخوانده میشه معنایش را میفهمیم؟ با تأسف وقتی قرآن خوانده میشه ما معنای قرآن را نمیفهمیم، به این خاطر اشک جاری نمیشه و مجالس ما مجالسی است که در او خشوع خودو هم بعضی مجالسی که قاری صاحبا میگیرن به نام حسن قرائت، وقتی قاری صاحب قرائت میکنن شما میبینین که زیادتر در معانی تدبر نمیشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم از این حالت برای شما خبر داده. یک حدیث میگه اقرا القرآن بلحون العربی و اصوات، شما قرآن به لهجه های عرب و صوتش بخونید. و ایاکم و لحون اهل الفسق یا اهل العشق در روایت ما و الكبائر، شما حذر کنین از قرائت اهل فسق. فانه سيجيء اقوام من بعد يرجعون القران ترجيع الغناء، کسایی میان قرآن میخورن مثل موسیقی، فقط صوت هنجریش مردم متوجه است دیگه، تدبر در معانی نمیشه. منظور از این حدیث همی است لا یجاوز حناجرم، قرآن از هنجریشون پایین تجاوز نمیکنه، یعنی تدبر ندارن، قلبشون با قرآن نیست. استاد عزیز، در خانه قرائتی که سرت خیلی خوش میخوره؟ من واقعا از قاریایی که زیاد خوش دارم معال خوستاد ما جناب شیخ القراء صد برکت الله سلیم، الله وجودشان حفظ کنه، که دیگه از برنامه شما هم دعوت کرده بودین شیخ القراء صاحبه، همیشه به طول عمرشان ما دعا میکنیم. و از قرائی که زیاد خوش دارم دیگه محمد صدیق المنشاوی که بسیار بحزن قرآن میخوانند. واقعا وقتی که شما میشنوین همون چیزی که پیشتر من حدیث خواندم و روایتی که هست، همون حزن در قرائت منشایی شما احساس میکنید. و از جمله قاریای دیگه که خوب قرائت میکنه که منشایی رحمه الله که وفات کرده و همین قسم شیخ محمود خلیل الحصری که اونا استاد و استاد برکت الله هستند، شیخ حصری استادم همون شیوه از اونا را تقریبا اگرچه سبک خاص دارن خب مشابهت داره، شیخ محمود خلیل الحصری که قرآن میخوانن بسیار قرآن زیبا. و قاریای دیگه هم از همه دوست داریم، همین دو نفر استاد خو استاد ما زیگه و دو نفر دیگر هم ما متأثر هستم از قرائتشون. استاد چی باید کنیم به شما با ما یک قرائت کنین؟ ما در خدمت هستیم، اگرچه ما بنده عاجز بیچاره مسکین، من خود قاری نمیگم، عالم خوب بسیار مقامش عالی است دیگه، قاری هم هنوز قاری مبتدی سیم، خود ما شاگرد هستیم انشاءالله. قربانتان استاد، استخفیف میشیم، در خدمت هستیم. بله سیم مشتیم خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ربك
ركابك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله شکر اینقدر هم نیستم که ولی یک چیز بگویم خوش میگم بس فقط یکانه چیزی هست که ما در پشتو با یکان کسی که خوب یک کار کنه برش میگیم دمور شده دشبه بیادرهای قنداری های ما میگن یا باز ما میگیم درو دشه یا درستان بگیم که زیاد یکان کمنتکای خورد خورد داریم با یکان تو که دیگه کدوم حرفی نداشته باشیم و نام خدا باشه استاد افتخار است به ما که ما امروز شما شیشتیم و برنامه پیش میبریم بازم تشکر استاد که هستین بریم طرف یک وقفه بعد از وقفه پس برمیگردیم بخیر و گرزیده خبروانی تا دی تاشام خبروانه دا استاد محترم را سرده استاد وقتی که ما اینجا یک شعر چیز میگم بدری بازی جای میگم کارا میگه میگه تو که شعر به دری میگی مثل که سر چی بود لادو نمود شیرینی میتایی سر از اون مرچ مزاله بردی میگه این رقم بجه گفتم خو خیر انسان است آستا آستا یاد خود گرفتم و گوش میکنم یاد بگیرم شوخی میکنن ماشاءالله بسیار فصیح میگن هم دری را هم پشتو خو ماشاءالله زبان تون بس ما میبینیم صفت خدا کار داشته که وا بفهمید که دیگه قبول نیست خب استاد عزیز سوالی هست و درباره اخلاق خانواده در قرآن که چی ذکر شده می خواهیم دی باره گپ بزنیم بله شما ببینید اسلام خودش دین اخلاق است یعنی هر آنچه در قرآن به او امر شده اخلاقیات است هر آنچه منع شده او رذایل اخلاقی است بله بله بعضی ها اگر شما شنیده باشین کسی را توصیف میکنن میگن بسیار خوش اخلاق است خوش اخلاقی چیست این بخشی از اخلاق که نرم خویی است یا خنده دهنش از پیشانیش باز است میگه آدم خوش اخلاق است این بخشی از اخلاق اخلاق یک تعریف جامع دارم من اقبال صاحب یک کتاب نوشته که به زبان عربی است الاخلاق فی الاسلام این رساله داخل در سوی ما در پنتون چون من از رشته زبان عربی فارغ هستم در پنتون تخصص ما در زبان عربی است باز کتاب مجبور بودیم به عربی نوشته کنیم الاخلاق فی الاسلام اخلاق در اسلام تا که من این کتاب نوشته نمیکردم راستی هم من قدر تا که آدم تحقیق نکنه در یک بخش بعد از دیدم که اخلاقیات چقدر بخش های دیگر داره تنها این نیست که ما نرم خویی را یک نفری که ظاهرا خنده در ایام یک بخشی از اخلاقیات است رسول الله صلی الله علیه و آله توصیف میشه فبما رحمت من الله لنت لهم این رحمت الله است که تو بسیار نرم خویی هستی ولو كنت فظا غليظ القلب اگر تو بدخوی می بودی سخت دل می بودی لنفضوا من حولك مردم از ما حول تو فرار میکردند این الحمدلله مو نرم خویی در وجود شما از فضل الله همیشه مردم خوش داره هر مهمان در برنامه شما می خاطری خوش می داشته باشه قبلا هم یک برنامه که همراه شما ثبت بود همیشه دوستا ذکر خیر میکنن کامی قسم دوستایی که یک مقوله از زبان عربی میگن که من حسن خلقه کثر احبابه کسی که اخلاقش نیکوست دوستایش هم زیاد است بالکل او برعکس گو آدمی که بدخوی است پیشانی ترش از یا ما را مردم از دور که میبینن خود افغانستان هم فکر میگنن ملا و قاری که نامشش میشنه مردم از ترس هم روش گپ هم نمیزنن البته این شاید چی است
بسیار خشن باشه، الله مرا زود تکفیر نکنه، سرم قهر نکنه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی ما. بله. چه قسم قرآنی را توصیف میگنه؟ و اینک لعلا خلق عظیم، تو بسیار دارای یک اخلاق بزرگ هستی. حالا سعی کنین دیگر روایت براتون میگم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانهشون یک صحابی میه که حضرت حسن و حسین هم روش ساتیری میکنه، تا گاگای رسول هم خودت پایین میکد و نواسایش بالایش بالا میشد، یا تا در نماز از اون نواسای دختری خود در بغل میگیره. خب به هر صورت اینجا اقرا ابن حابس میبینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من 10 فرزند دارم، این لی 10 اولاد. تو بول میگن روی یک شب بوسه نکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم کرده نمیشه به او. این اخلاق پیامبر بود در خانواده. حضرت عایشه رو پرسان میکنن که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه چی گونه بود؟ میکان خلقه القرآن، اخلاقش قرآن بود، آنچه که قرآن گفته، این قرآن متحرک بودن. و این تنها این ما بعضی میگه که او پیامبر بود دیگه، نه خیر، ما و تو هم امت هم پیامبر هستیم، پیروش هستیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بر شما در رسول الله بهترین الگو است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته، یک اعرابی می بادیه نشین که ما میگیم کوچی می در مسجد نمیفهمه، پیشاب میکنه، اصحاب میخیزن که بزنن، برشون میگه نه خیر، سرمو جای نجاستش هم آب بندازین و او را در این وقت غرض هم نگیرین، چرا در مورد کسی مانع میشه و تکلیف طبی هم پیدا میکنه. بعد از او میگه برشون که اینما بعثتم میسرین، شما آسانگیر مبعوث شدین نه سختگیر. همین دین اسلام هم بعضی به زور شمشیر آمده، یه اشتباه است. دین اسلام دین محبت است، دین عطوفت است، دین مرحمت، بنان اخلاق که شما پرسان کردین. اگر روایت هم بخوانیم، من فکر میگم شاید برنامه شما وقت نداشته باشه که همه روایت در این مورد بخوانم. تشکر استاد. از یک چیز دیگه خبر شدم، اون بیادرانه میگن کدوم دعا یاد دارین که سر یک نفر بخوانیم رو صاحب زل دویم بشه؟ اما جا همکارا میگن چون شما همکار خوب ما مستیل استاد و همه گی امرویتون بلد است، یک نقل به ما رسید بگم میگم مگه او تو رست که خب ما مگه مزاق کنم بازی خب مفت نیست دیگه، شکرانه کار داره. دعای حضرت موسی علیه السلام است. بله، علما میگن اگر کسی شما چون ماشاءالله زیاد از ازدواج یادم میکنین، خدا خیر مو شما رو پیش بیاره، کسی که ازدواج نکرده اول خیلی یک عقیده دارن که بخت بسته میشن. ما برنامه ای که در برنامه تلویزیون شما یک برنامه داشتیم درباره انواع سحر، بعضی عقیده دارن که بخت یک کس بسته میشه. خب بخت بسته نمیشه، اما توسط سحر امکان داره که سحر تعطیل ازدواج یک کس معطل میشه یا کار یک کس معطل میشه. یکی خود دم دعاست، دوم خود شخص این دعا رو بخونه، دعای موسی علیه السلام زیاد که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. این دعا رو به کثرت بخونه ان شاء الله که این قول علما از این آیت که چون موسی علیه السلام وقتی که میره در شهر مدین، قبطی رو روی مشت زده فرار میکنه به شهر مدین میره، در اونجا باز یک دو دختر که میخوان آب بتن مواشی خود را، خب مردا زیاد است، گوشه ایستاد هستن، حضرت موسی علیه السلام پرسان میکنه که ما خط بگو ما چرا؟ چی شده شما را کاب نمیتین؟ میگه قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا و ابونا شیخ کبیر. خب خلاصه بعد از او بر از اینا آب میته، اینا که میرن در خانه توصیف میکنن حضرت موسی علیه السلام. پیش از او حضرت موسی علیه السلام میاد دیگه، در شهر هیچ خانه و هیچ کدام جایی نیست، برای در زیر یک سایه میشینه همی دعا را میخونه که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعد از می خواندن دعاست که فجاعته احداهما تمشی علی استحیا، در قرآن میگه امو یکی از دو دخترا ما بسیار به حیا را میرفت، باز بر حضرت موسی میگه قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیتنا، پدرم تو را دعوت کرده میخوای که مزد چیزی که تو آب به ما دادی امو مزد شبته. بالاخره در خانه میره، باز پدرشان میگه که اینی اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، اگر به شرط ازی اگر تو 8 سال چوپانی کنی یکی از این دخترای من به نکاح برات میذارم، اگر 10 سال فاین اتممت 10 فمن عندك، اگر 10 سال میکردی بازو کار خودت است. خب نظر به می آیه علما میگن کسی که اگه این دوباره زیاد بخونه
همینطور که موسی علیه السلام بعد از خواندن دعا دختر مه خودتون رو میخوانید دعا رو استاد از ترس نمیخوانید ما خو الحمدلله دوم ازدواج کردیم خب یاد میخواندین دعا الله مهربان است که سیونی هم شب بخیر اگر نصیب قسمت بود انشاءالله چیزی که در خیر ما باشه همین دعا رو تو حفظ میکنم و حالا که ناقم در خانه دگه دار خدا شور بتون بگه حالا اونم دعا رو خوندر خب خیر چیزی که خیر باشه استاد عزیز در باره تحصیلاتتون بگوین داخل از افغانستان درس خوندین بیرون از افغانستان از قصه و خاطرات مکتب و دوری پانتون از یا قصه کنین من خودم در سال اکثر خصوصی خواندم مکتبم خواندم پانتونم خواندم الحمدلله لیسی بیا فارغ هستم دیگه از لیسی وزیرا فارغ هستم بله اما چی نشد در برنامه دیگه هم گفتیم که یک نفر پرسون کردن میگه نماز میخوان بسیار زیاد توصیفش کن گفت که روزه هم دارم روی خدا دور داد حالا توصیف نشه دیگه ما الحمدلله تا صنف شش در ابتدایه که لیسی بهرام دین وقت میفتن اگه یادتون باشه روبری باغ وحش حالا لیسی فکر نکنم در یاد ما باجه است خب شما خیستن تان خورده است تا شش ابتدایه رو اونجا خوندیم ما تا صنف شش اول نمره بودم الحمدلله ماشاءالله در خانه مذاق میکردن که تو در یک سنفی رفتی که تصادف کلش تنبل است کلش تنبل است آزار میدن برادر و خواهرها میفتن ما حالا هر وقت که لیسه رفتی اگر در لیسه هم اول نمره شدی باز میفهم که لایق هستی ما دیگه دعا میکردم که خدا به راستی هم میگفت نباشه خود در لیسه که رفتیم سنف هفته که وقتی رفتیم در اونجا سی سنف مدغم شده بود در یک سنف در اون زمان دیگه انگلیسی رو که مردم زیاد نمیفهمید هیچ از یادم نمیره که من بعضی کلمات یاد گرفته بودم برادر خوردم یاد داده بودم دهن چی میگه بینی را چی میگه و در هر جایی که مجلس میشتیم مهمان ها میامد باز میفتیم برادرکم این اعضای بدن انسان به انگلیسی یاد دارم خوب کوشش میکردم تلاش میکردم در الحمدلله در بخمسرت در صنف هفتم هم با وجود از این که سی صنف مدغم شده بود اول نمره های دیگه صنفان بوده خب بازم من اول شدم الحمدلله و همون صنف افتون پارچه شم هست یک تحسین نامم به من جدا داده بودن که چون اول نمره امید همون صنف های هفت شدم پارچه ما در صنف ندادن گفتم اول نمره برید شما را در تالا روج پارچه را میده خب خانه که رفتم مزاق کردم گفتم براسی هم که شما میفتین که تا صنف شش اول نمره بودم حالا لایقا آمدن یک صنفیم پیش از من رفت گفت که مرا امان میگفتم که امان ناکام مانده باز که رفتم الحمدلله صنف هفتم اول نمره شدیم بعد از او تحولات آمد دیگه باز یک وقفه ها آمد رفتیم از کابل تر کردیم باز پس آمدیم خب بازم 11 و 12 رو باز دلیسی بیا خواندم خب وقفه ها زیاد آمده بود باز من حفظ قرآن کریم حفظ کردم و دیگه مسئولیت ها بود قزم درجه سیوم پایین نشدیم دیگه مقصد خوش به حالتون ما منتظر پارچه مشروطی بودیم که باش اگر مشروطی باشه خوب است که ناکام نشده باشید یک آن دفعه پارچه را جلی جور میکنیم خونه میبردیم بازو ها خوب بفهمیدن خب خیر باز یک آن تو که بدبخت میبود بازو در سپورت هم ناکام بود استادی که همراه استادی که در سپورت طبعا یک استاد میبود باز او را یک آن بچه هزار اذیت میکدن بازو رو ناکام میکرد در سپورت باز در ازو چه قریش خر میزد کنه کیمیا بیولوژی دیا کامیاب شدی مثلا در سپورت ناکام استی خب خیر بسیار زیاد تشکر استاد عزیز که آمدین و وقتتان رو با ما دادین انشالله در برنامه دیگه هم شما رو خواد داشتیم و خود و مشکلات خود حل خواد کردیم و سوال های بینینده هم زیاد هست کدوم پیام کوتاهی اگر داشته باشه همه جا داره که از شما خوب ماشاءالله انسانی هستین هم پیشتر مصداق همو مقوله عربی که من حسن خلقه کثر احبابه کسی که اخلاق نیکو داشته باشه دوستای زیاد شما رو من یقین دارم همه بیننده ها شما رو دوست دارن علاقمندای خاص خودم دارین الله براتون عمر طولانی نصیب کنه پرودوسر برنامه برادر عزیز منصرت جان همکارای تکنیکی در کمره هستن چون ما همیشه میایم وقتی که در استودیو داخل میشم تو احساس میکنم در خانه در فامیل داخل شدیم همو برخورد خوش و اخلاق نیک همه
دیگه من گفتنی خاص ندارم. الله متعال به همه شما طول عمر با حسن عمل نصیب بگه. تشکر استاد، سلامت باشید. خواږه دوستانو، هداوه دلون رزق پرونه چې تاسو ته مولا لیکړه. تربیه تاسو ټول په لاس پرم، خوشاله ژوند ولرئ.